خدا سلام و خسته نباشین هموطنای عزیز. امیدوارم که هر جای دنیا که زندگی میکنین و بیننده برنامه سراچه هستین شاد و خرم باشین و از عافیت برخوردار باشین. حسنا هستم. یک ساعت قرار است که امشب باز هم در خدمت شما دوستا باشم در برنامه و باز هم مهماندار هستم عزیزان. مهمان ما خانم رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف، یکی از کلیدی ترین وزارتخانه‌ای که در کشور مثل افغانستان که اکثریت نفوذش بی‌سواد هستند با چی چالش های دست و پنجه نرم میکنه. قرار است که امشب بحث های بسیار بسیار مهمی داشته باشیم در برنامه و ده پهلوش درباره زندگی شخصیشان همچنان بسیار موارد شما با خبر خواهد شدین. بسیار زیاد خوش آمدید. سلامون حسنا جان، ډیر خوشحالم سرپد برنامه کې نستیم. ټول خپل هموطنان ته سلامونه وړاندې کوم. خدای که ټول روغ و جوړ وسی او اختر مو نیکمرغه تیر سوی. خبر شدیم که شما کمک صحتتان فعلا خوب نیست و کرونا را نه و دو سه روز شده دیگه که پشت سر گذاشتند. شکر الحمدلله خداوند رحم کرد. عید اولین عید زندگیم بود که متاسفانه در مریضی تیر کردم، مگر حال شکر بهتر شدم. علایم داشتین؟ بله بله خوب سعی. اول ما کرونا را جدی نگرفتیم مثل افغانای ما در سر تا سر جهان میگه نه کرونا جدی نیست یا راست نیست، مگر حالا که این مریضی را تیر کردم با کل هموطنان میگم که جدی بگیرین، این مریضی خوب مریضی نیست دیگه. شکر الحمدلله خوب تر شدم. یکی خو گفتش ما خوب مریضی نیست، با ده پهلوش باز تاثیراتش که به طولانی مدت در بدن آدم میمانه دیگه او بسیار رنجاور است و مثلا استخوان دردی ها میمانه، مشکل تنفسی پیش میکنه، یاد فراموشی پیش میکنه و ده پهلوش هم احساس ضعف آدم تا بسیار وقتا می داشته باشه. دقیقاً. انشالله که شما نداشته باشه. انشالله خوب میشم. مریضی کم تیر کردم در زندگی و خوشبختانه دکترها گفت که چون که دوا کم خوردی تاثیر دوا سر می مریضی بسیار زود تاثیر کرد دیگه. امی یک خوشبختی است که چقدر باز میگم که دوای کیمیایی باید زیاد نخوریم در زندگی خود تا که ضرورت نباشه. کشورهای همسایه ما و شما با موج سوم ویروس کرونا بد رقم دست و پنجه نرم میکنن و همچنان جهان. عزیزا مواظب صحتتان زیاد باشین و همچنان از گرد همایی ها و از تجمعات پرهیز بکنین، به دلیل از اینکه اگر خدای نخواسته در افغانستانی که امکانات و قدر ما نداریم و دسترس این مریضی رخنه پیدا بکنه باز برای هیچ کدام ما خوب نخواهد بود که خدا نکنه یک تار موی شما کم شود. وزارت معارف در چی وضعیت قرار داشت که شما تسلیم شدین؟ راجز از کرونا و بسته بودن مکاتب. وزارت معارف نام خدا شما پیشتر فرمودین که یک از کلیدی ترین و کلانترین وزارت خانه افغانستان بله. است. در خود مرکز کابل ما از بیشتر از 5000 کارمند داریم که خودش یک مجموعه کلان است و وزارت معارف ایتو یک وزارت است که در هر خانه یک بستگی داره، یا شاگرد از یک خانواده به ما میاد یا بیشتر از یک شاگرد، معلم، استادا، سر تا سر افغانستان در هر کریه یک تماس همراه وزارت معارف مردم افغانستان داره دیگه. مشکلات و چالش های به حد زیاد داشتیم، داریم و خواد داشتیم. بله، افغانستان بله. است. مگر کوشش نهایی بندگی خود کردیم در 11 ماه که آمدیم، ایرم قبول میکنیم که زیاد کارا در 20 سال گذشته به معارف شده. تعداد شاگردایی که امروز به مکتب میره، دروازه مکتب که واش شده، هم بر بچه هم بر دخترها، تعداد معلمین که زیاد شده، در تاریخ افغانستان به این اندازه به این مقدار ما شاگرد و معلم نداشتیم که امروز شکر الحمدلله داریم. مگر مقایسه 20 سال گذشته تا امروز فرق به این داره که 20 سال قبل دروازه مکتب از رئیس جمهور کرزی به او وقت و زمان در صحبت‌های خودش گفته که ما فقط می‌خواستیم که فرهنگ رفتن به مکتب پس بله. شروع شود. امروز بعد از 20 سال ما تجربه کاری را دیدیم، ما مکاتب دیدیم، ما اینجا حال امروز استادا داریم، شاگردا داریم که از دو سه چهار یا زیادتر دوره فارغین دادیم دیگه. حالت امروز ما به حالت 20 سال قبل بسیار فرق کرده. بله. وقتی که او وقت 20 سال قبل فقط می‌خواستیم که شاگردا به مکتب بیاید، امروز سر می فکر می‌کنیم که چطور کیفیت درس همین شاگردا بهتر بله. شود. بله. یک طبیعی حالت است که هر مملکت، هر جامعه از همین مرحله طبیعی تیر میشه. امیدوار هستیم که کارهایی که حال شروع کردیم انشالله
آینده ما را، آینده وطن، آینده اولاد وطن به خیر بیشتر و خوبتر می سازد که باز بله. 5 سال بعد، 10 سال بعد هر کس که بعد از ما آمد به خیر کارهای ما را ادامه بده و خوبتر و بهتر بسازد. یکی از خرابی هایی که در وزارتخانه‌های ما و شما هست، وزیر صاحب می هست که همیشه یک وزیر به یک مدت طولانی در یک وزارتخانه نمیماند. در آغاز وزارت خود که معرفی میشن پلان میگیرن که کارهای بنیادی زیر دست داشته باشند. یک مدت میگذره که وزیر بر کنار میشه، یا ای که رأی اعتماد نمیگیره، یا ای که از وظیفه به هر حالتش بدور میشه. باز اما وزیر دیگه که معرفی میشه میایه بازم از صفر شروع میکنه. مشکل کلان اینمی است که پلانای یکی دیگر را تعقیب نمیکنن و دوباره هر کسی که میاد از صفر شروع میکنه. خب متاسفانه باز باید امیر تکرار کنیم که در 20 سال گذشته سر سیستم سازی در هر اداره دولت، چیزی که اقلا ما میبینم در وزارت خود، سیستم سازی واقعی نشده. وقتی که یک کار سیستماتیک باشه، سیستم داشته باشه، بازی فرق نمیکنه که احمد میای، محمود میای، یا رنگینا میای، یا حسنا جان میای. سیستم خودش کار پیش میبره. بله. و این کرسی وزارتخانه سیاسی است. بله. طبیعی گپ است که امروز ما هستم سبا نیستم. مگر اگر سیستم در خود اداره باشه، بازم کار ادامه پیدا بله، میکنه. بله. که نمی کلانترین کلان، فرق کلان بین افغانستان و کشورهایی که پیشرفت کرده می کلان اساس است که بله. ما متاسفانه سیستم نداریم تا امروز. شما اساس چی کار بنیادی را در وزارت معارف در همی 11 ماه کاریتان گذاشته؟ ما یک پلان اصلاحاتی که شروعش از ساختار بود و همگی خبر است، انتقاداتم زیاد است. با آمدن ما در سر ما باز موین سایبار تغییر دادیم و کسا را انتخاب کردیم، آوردیم در تیم که مسلکی است، مسلک به معارف. مشکل وزارت معارف، اگر ما اگر به خود حق بدم که انتقاد کنم، اولین دفعه است در 20 سال گذشته که وزیر معارف امروز مکتب میشناسه. به این معنا نمیگم که وزیر صاحبای قبل از من نمیشناخت، مگر اونا اکثرشان سیاسی اشخاص بود که از سیاست از آدرس یک نفر معرفی بله. شده بودن، یا از یک گند، از یک political party یا سیاسون. ما اولین شخص هستم و در این افتخارم میکنم که پشتوانی سیاسی ندارم، به این معنا که مرا رئیس جمهور پیشنهاد کرد و آورد. ما یک کسی هستم که ما مکتب پیش بردم، معلم میشناسم، شاگرد میشناسم، نصاب میفهمم که نصاب یعنی چی. وقتی که یک شاگرد درس میگیره، یاد میگیره، از ابتدای صنف اول که 7 ساله تا 12 صنف خلاص میکنه، رشد مغز طفل خواندم که طفل به چی رقم یاد میگیره تدریس، و نصاب که جور میشه. نصاب بدون یک هدف، هیچ مملکت نصاب بدون هدف نداره. بله. و اینمی معلومات چون که ما داشتم، بر ما آمدن در وزارت معارف یک کم متفاوت تر بود از دیگه همکارای قبل از ما، چون که آله که همراه کارمندای وزارت معارف صحبت میکنم، اونا مجبور نیست که مرا هر چیز پس از الف تا یا بگویه. وقتی که صحبت سر معلم میشه، ظرفیت معلم، من میفهمم که ظرفیت معلم چی است. یا شاگرد، ارزیابی شاگرد، من میفهمم که یک شاگرد از کدام نگاه سایکولوژی رو گرفته تا یاد کردنش تا میمورایزیشنش که این چی معنا میده. دیگه کمی آسان تر به این است، چون که من تکنیکی فکر دارم در این وزارت که همین تفاوت خود همکارا به ما گفته که آسان است، چون که یک کسی که در راس وزارت معارف شیشته معارف هم میشناسه. یه کم تفاوت هست. با چند مکتب شما سر زدین در جریان کارتان؟ به خاطر از اینکه میگین مکتب و معارف و نصاب هم میشناسین در ولایات، البته بخصوص ولایت دوردست ما و شما که در اونجا بسیار سخت است بردن یک بچه بسیار خردسن در مکتب، چی مانده برای یک دختر خانم. شما سر زدین به مکاتب، وضعیتشان را دیدین، از کتاب و از وضعیت معلمینشان و از فضای درسیشان با خبر شدین؟ تا حد امکان که هر جای رفتم، هر ولایتی که رفتم، به شمول کابل رفتم، مکتب‌ها را از نزدیک دیدم. به هرات، قندهار، پکتیا، خوست،
خود کابل بعد از این بخیر پلان دارم که طرف های دیگه افغانستان بریم، چون که 34 ولایت افغانستان نیاز داره به آمدن ما و مکتب های ما بسیار زیاد مشکل داره. در این باید چشم پت نکنیم. امکانات دولت افغانستان ضعیف است، مگر به علاوه از این که ما امکانات بسیار کم داریم، فعلا اگر ما را مقایسه کنین به منطقه همسایه ما پاکستان، هندوستان، ایران تا یک اندازه، ارزانترین معرف امی منطقه افغانستان است. یعنی مصرف که سر یک شاگرد ما پول مصرف میکنیم، با مقایسه همسایه ما بسیار به کم فیصدی ما امیال خود پیش میبریم و نام خدا به این باز فخر میکنیم که اولاد افغانستان یک استعداد خاص داره. ایره به این خاطر نمیگم که افغان هستیم و خود خود میگم، مگر اولادای افغانستان نام خدا یک خود الهی استعداد داره که ما فقط اگر سر کیفیت یک کم کارم کنیم، من مطمئن هستم که ما بسیار کلان چیز به دست میاریم. بسیار زیاد. یک وقفه بگیریم، رضایت دارین؟ چرا نه؟ برمیگردیم با شما دوستا هستیم با بحث های داغ گزی کده داختر میشه به سادگی. با شما خواهد بودیم. ممنون هستم از همتان که تا این دم با ما همراه هستین عزیزا. جمع شب ها از طریق تلویزیون تلو به دست نشر سپرده میشه و شما میتونین از طریق وبسایت و اپ دریا هم برنامه گذشته ما را و هم برنامه امشب ما را تماشاگر باشین. یک کار کردم خانم امیدی که تصویر شما را هم در صفحات مجازی با هم دست به دست کردیم که سوالات زیاد از مردم هم جمع‌آوری کردیم که داخل برنامه از شما میپرسم. اینجا من هیچ مسئولیت ندارم، فقط مردم دخیل ساختیم، سهیم شدن در برنامه و سوالاتشان از شما خواهد پرسیدم. خوب است؟ هیچ گپی نیست. ادامه میتیم برنامه را و میخوام این را بفهمم که شما چند سال داشتین که از افغانستان بیرون شدین، چون مدت زیادی را در خارج از کشور زندگی کردین و تحت چی شرایطی که برتان اگر خرد بودین قسم میکنن شما افغانستان را ترک کردین؟ ما شب که فامیل ما گریخت از افغانستان، امو در فکر ما است. ما 4.5 ساله بودم ماجر شدم. اول در پاکستان 6.5 سال در پاکستان در مهاجرت زندگی کردیم و شاید جالب باشه بر هموطنان ما که دلیلی که پدر ما خدا بخشه تصمیم گرفت که ما را از پاکستان بکشه برد تا آمریکا، دلیل درس خواندن خود ما و خوارم بود. ما در شهر کویته بودیم و همونجا بر ما اخطار داده شد، چون که پدر ما در مو وقت زمان ما را به مکتب روان میکرد با پول شخصی خود البته. و یک روز تک تک دروازه تک تک شد، گفت که جایز نیست که دیگر دخترای شما بره مکتب. پدرم خدا بخشه میخواست که امرایش جرو باز کنه که فقط کنات بوده که یک شش سنف بانن که اینا کمی باسواد شد و باز خودم هم میکشم. ما در پاکستان بودیم، بله. مگر مادرم مانع شد، گفت نه من دخترای خود نمیمانم، چون که حالت به مو شکل بود. دیگه مو باعث شد پدرم باز تصمیم گرفت پروگرام UNHCR امریکا اپلای کرده بودیم من حیث رفیجی، دیگه باز فامیل رفت 1988 سال میلادی در امریکا رفتم. پس دیگه درسای خودم اونجا ادامه پیدا کردم تا 12 اونجا درس خلاص کردم و بعد از اون 4 سال پانتون خواندم. در سال 2000 میلادی من فارغ از پانتون شدم. بسیار خوب. کدام رشته را خواندید؟ تاریخ اسلام در پالوی حقوق زن. دو رشته است که زیاد مردم یک جای نمی کنه. مگر بر ما جالبی بود که من خودم الحمدلله مسلمان هستم، افغان هستم و درسایی که در پانتون گرفتم خصوصا در رشته حقوق زن، یک رقم استادا یا پروفسورا امی موضوع مسلمان، زن مسلمان در جهان بسیار تو یک موضوع خشنگ و منفی با یک دید بسیار دیگر رقم میدید و ما شکر الحمدلله خودم مسلمان، دوستای مسلمان، فامیل مسلمان، گفتم نه هر زن مسلمان در جهان به این شکل که اینا تشریح میکنن نیست.
باز دیگه مو علاقه پیدا شد که ما دیگه رفتم در داخل که امی خود وومن ستادیز که میگه حقوق زن و در پالویش تاریخ اسلام خواندم که به خود ثابت بسازم که واقعا نیتو هست یا نه. و خوشبختانه امروزی را میگم که اسلام که حقوق بر زن داده شاید هیچ دین در جهان نباشه که بر زن تو حقوق و احترام داشته باشه. متاسفانه که فهم خود ما، فهم خود مسلمان ها در سطح جهان ضعیف است و گناه اسلام نیست. از خانواده بگوین چند نفر هستن، کجا زندگی میکنن، امرای شما هستن یا بیرون از کشور هستن؟ نه چلوش هم اینجا هست. من بسیار یک فامیل خرد دارم الحمدلله، از خدا راضی هستم. شوهرم هم اینجا هست امرای من، اصلا از کابل است، من خودم از قندهار هستم. یک دانه دخترک دارم. بسیار خوب، از خدا خوشی بده با همین جا هستیم. هر جایی که هستیم یک جای. دخترکتان چند سال است؟ 11 و نیم سال است. چند سال میشه در افغانستان؟ 19 سال میشه. سال 2003 میلادی آمدم و همین جا در قندهار بودم، اصلا ولایت قندهار، اصلا از قندهار هستیم. تا که زهرگک 6 ساله شد منم قندهار بودم. نامشان زهره است؟ زهرا. زهرا. بسیار خوب. خداوند وزیر بسازید مادرتون. اما رای اعتماد بگیری باز. برگردیم به از این که شما چی انگیزه باعث شد که افغانستان بیاین؟ از یک کشور آرام در امن، همه سهولت ها به دسترستان، اولادتان هم راحت، خودتان هم راحت، همسرتان هم راحت، چطور آمدید؟ افغان هستم، خلاص. ما در یک خانواده کلان شدم که ما پدرم خدا بخشه در وقت داود خان، در آخرای وقت داود خان در وزارت مالیه مامور بود. 5 دختر داشت، ما 5 خواهر هستیم، ما 4 هستم نام خدا. بسیار خوب. و باز در پاکستان 2 برادر دیگه آمد در دنیا. و شخص بود پدرم که بسیار فوق‌العاده وطن خود دوست داشت. ما یگانه از روزی که پدرم یادم میاد که گریه کرده، 4 نیم ساله بودم، یعنی دمو شو که ما رفتیم. وقتی که از افغانستان به سرزمین پاکستان رسیدیم، صبح وقت بود، یخم بود، ماه زمستان بود و پدرم، من در بغل پدر خود بودم، امی اشکاش یادم است که نمیده در روی چشش در چهرهش آمد. یعنی از روزی که از افغانستان بیرون شد تا که ما پس می آمدیم فقط امی یک هدف بود در زندگی ما که افغانستان بالاخره پس جور می شه بخیر و ما پس میریم. ما که در پانتون سالای اول که پانتون رفتم امید به این بود که من دکتر میشم، چون که کل افغانان هم خدا میخواد یا دکتر شو یا انجینیر دکتر. بله. و من 2 سالم طبم خواندم، مگر شوق و علاقه از دل نبود. باز پدرم خدا بخشه به او که تماس گرفتم، گفتم اگر من دکتر نشم یک رشته دیگر انتخاب کنم خفه میشی از من، چون که هدفی بود که من دکتر میشم پس میام افغانستان اینجا خدمت میکنم. باز پدر جان خدا بخشه گفت که هر چی که دلت میخواد به امو کار ادامه بده، به امو درس ادامه بده، فقط یک وعده کو که اگر جاروکش هم میشی بهترین جاروکش رو. گفتم این کار نمکله را نبان، امو فلسفه زندگیش بود. باز چون که افغانستان بسیار زیاد دوست داشت، من بسیار نزدیک بودم به پدر جانم. بعد از آمدن کرزی صاحب یک زمینه برابر شد که بله. یک فرصت شد و من آمدم. اول در می فکر، اگر راست بگویم، من فکر کردم که یک سال 2 سال هم اینجا کار میکنم مثل که دیگه دوستام آمده بود پس میرم. بله. مگر خبر نبودم که همین خمی خانه هست دیگه، اینجا میمانین. بله. خب ادامه میتیم بحثای ما را و گپهای ما را بعد از یک وقفه کوتاه. اما تشکر میکنم از حامیان برنامه جوس نکتار طبیعی شفا و همچنان شما میتونین که از خواص آبجو امپریال همچنان مستفید شوین. یک رفت و برگشت کوتاست، با شما خواهد بودیم. خوش آمدین به برنامه. شما میتونید که نظر، انتقاد و پیشنهادتان بعد از اینکه برنامه نشر میشه در پای ویدیو، چی در صفحه فیسبوک ما، چی در یوتیوب ما بگذارین. ما و پرودیوسر برنامه ایمل جان حتما میخوانیم و نظریات شما خب بسیار بر ما مهم است و برای بهبود برنامه بسیار کمک ما میکنه. شما رفتین به پارلمان، در اونجا رأی اعتماد نگرفتین. سوالی که در ذهن بسیاری کسا است، پس چرا در وزارت هستین هنوز؟ بسیار خوب سوال است. اول یک
گپ حقوقی بزنم، چون که زیاد دوستا در صفحه نوشته کرده بود که شما خود یعنی پیروان حقوق میدانن و غیر قانونی کار نمیکنن. در این موضوع یک چند ملاحظات دارم. یکی که ما رای گرفتم 114 رای، سعی است که اکثریت نبودی، 8 رای کم از اکثریت. مگر در خود قانون که اعضای مجلس جور کرده، رای دادن 3 رقم است، یا آ یا نا و یا خالی میمانه که او باز حساب نمیشه. بله. در مشکل ما تقریبا از 41 رای اضافه اردویش تک مارک شده، هم آ هم نا، که در خود قانون این زیر سوال است که حکومت فعلا امیر ارزیابی میکنه و هنوز هم در 11 ما زیر ارزیابی است. بله. چون که قانون وکیل صاحبا را اجازه نداده که اردو نکات تک کنن، هم آ هم نا، دیگه او زیر سوال است. و دوم گپی است که من اینجا به حکم رئیس صاحب جمهور از این کشور آمدم و هر وقت که رئیس صاحب جمهور به ما حکم روان کرد که واسه ما کسی بیایه، من نه زورمند هستم، نه زور پشت سر دارم، نه چوکی به زور شیشتم، کار میکنم تا که حکم رئیس صاحب جمهور بیایه. هر وقت که اونا گفت که خداحافظ، ما به خوشی چوکی رو پس به هر کس که پشت ما آمد میکنم. یعنی منتظر هستین تا برتان گفته شود که نباش دیگه بجایت کس دیگه تا این شده؟ هر وزیر که تیر شده، هر وزیر که کار میکنه، امی بله بله. سلسله میشه دیگه. من اینجا قید نکردم چوکی را، مگر یک وعده به ملت خود هم کردم و هم بعد از این میکنم تا که هستم. یعنی خوب نیست که کس صفت خود کنه. روزای 14 الی 16 ساعت کار کردم و میکنم و این افتخار بر خود میگم، چون که یک فرصت خداوند به ما داده، اعتماد رئیس جمهور سر ما کرده و این یک مسئولیت جدی، چون که هر کار، هر تصمیمی که ما امروز میگیریم تاثیر سر آینده به میلیون ها اولادای وطن است. دیگه یک مسئولیت خرد نیست. من میفهمم و به افتخار هر روز و شب خود تیر میکنم. اینجا خیمه یک سوال پرسان میکنم. هر کس ظرفیت خود را خودش بهتر از دیگران میفهمد، چی از آترس یک حزب معرفی شود، چی رئیس جمهور معرفی بکنه، چی خب هر دلیلی که باعث شود به یک وزارتخانه یا به یک پست کلیدی معرفی شود. شما خودتان ظرفیت وزیر شدن و وزیر بودن در یکی از کلیدی ترین وزارتخانه در خود میبینین؟ اول که راست بگویم، روز اول که رئیس جمهور به من پیشنهاد کرد، من رد کردم پیشنهادش. یک هفته گرفت که من جربه سرمی امرای رئیس جمهور صحبت کنم که بالاخره اونا کنت به این داد، گفت که در وزارتخانه من رهبر ضرورت دارم، کلیدی وزارت شما بیشتر گفتن. و معارف یک جای است که تغییر ضرورت بود. وقتی که رئیس صاحب جمهور در وجود ما امور رهبریت دیده که چوکی را به ما پیشنهاد کرد، ما او را قبول کردم و امروز الحمدلله بعد از 11 ماه ما مطمئن هستم که اگر این ظرفیت از 11 ماه پیش زیر سوال به خود گرفته بودم، آل بر خود ثابت کردم و به همکارا ثابت کردم که در این تو یک پوزیشن مثل وزارت اراده مهم است، کاتیت مهم است، تصمیم گیری مهم است، که یه سیش الحمدلله دارم. و تا الان که کار کردم، انتقاد مردم زیاد میکنه، چون که ما متاسفانه یک کشوری هستیم که انتقاد از کار دیگه بسیار زیاد خوش داریم و در پالویش قضاوت هم بسیار به زودی و به آسانی میکنیم. مگر وقتی که یک کس در این پوزیشن بیایه، باز دیگه مجبور است که کار پیش ببری دیگه. من شکر الحمدلله بسیار راحت امروز همه وزارت پیش میبرم تا که مسئولیت دارم. چون سرپرست هستیم. بله. امضایتان میچله؟ قانونا خو هر روز امضا میکنم. بله. چند موضوعی که سر صدا به پاکت، تنها در افغانستان نه، بیرون از افغانستان حتی سر صدای اشخاص، افراد سرشناس یا سلبریتی ها را هم با خود داشت. یکی موضوع ترانه‌خوانی دخترها از صنف 12 به بعد، بخصوص در جایی که مردا باشن، و یک موضوع دیگه هم که بسیار انتقاد شدید شد که شاگردای صنف اول تا سوم به مساجد محل خود انتقال بکنن. هیچ وقت دسترسی به شما شاید پیدا نکرده بودن که پاسخ ده باشین و از طریق توییتر یا از طریق صفحات مجازیتان یا از طریق سخنگویتان اشتباه لفظی گفته شدی موضوع. میخوایم وضاحت شما بتین. ناله چی گپ بود؟ موضوع
موضوع صنف اول تا سه در مساجد یک جزء طرح ما هست. ما باز گپ تکرار میکنیم که متاسفانه در افغانستان پیش از اینکه گپ مکمل بشنویم، منطق یک انسان رو بشنویم، ما قضاوت میکنیم و تصمیم خود میگیریم. خصوصا حال در صفحه اجتماعی خوبی خیلی دیگه یک خرد گپ کلان بسیار مزیتی میشه. در افغانستان بعد از 20 سال که ما همه ما و شما شاهد هستیم، هر کریه ما تا امروز مکتب نداره، یعنی مکتب فیزیکی تعمیر وجود نداره و امکانات دولت افغانستان باید در حقیقت قبول کنیم که شاید در 20 سال یا 30 سال آینده ما نتونیم که به هر کریه یک مکتب جور کنیم. فقط گپ می است که ما امکانات بسیار کم داریم و بودجه معارف افغانستان کم از 8% بودجه ملی ما هست. تقریبا 7.5 میلیون شاگرد داریم فعلا، حدود 2 لک و 20 هزار معلم داریم و مصارف دیگه. مکتبا کم است. ما گفتیم عوض از این که 20 سال دیگه ما اولادای خود در خانه بشانیم جایی که مکتب دسترسی به مکتب نداره، چرا از مسجد استفاده نکنیم؟ تعمیر است، سرپناه هست و در این مسجد اگر دمون نزدیک های امو ماحول مکتب وجود نداره، شاگردان بره تا صنف 3 اکلا امو صنف اول و دوسته که خواندن و نوشتن از امو را یاد بگیره. مگر این به این معنا نبود که ما گفتیم که ما نصابم بر ملای مسجد میمانه، ما کنترل از دست خود میتیم میریم که ملا مسجد که هر چیز میکنه، مکانیزم سرش کار میکنیم، پلان جور میکنیم، یک طرح داریم که این همون مکانیزمش نوشته شده امرای متخصصین تعلیم و تربیه شریک ساخته بازیره عملی میسازیم در جایی که امکانات نیست. مگر این گپ برد در یک مسیر دیگه که گفت که ای آمده آل کل شاگردای ما رو روان میکنم به مسجد. گپ دوم به ارتباط ترانه ها، ما گپ خود پس گرفتم. ای اصلا از رهبری وزارت معارف گپ به این شکل نبود که تشریح داد. رئیس معارف شهر کابل خودش یعنی امرای ما صحبت به ارتباط همی جزیاتش نکده بود، خب بس سر یک موضوع دیگه بود که بازو به یک شکل خط نوشته کرده که در او سن قید کرده و محفلای زنانه را فقط یادآوری کرده. من من حیث و سرپرست وزیر معارف و من حیث یک زن و مادر مسئولیت ماست که ما عزت و آبروی نام و نشان اولاد هر اولاد این وطن، چی دختر باشه چی بچه باشه، این وظیفه ماست. این وجدان ما به ما اجازه نمیده که ما شاگردای خود خدا نخسته در بی‌عزتی ببینم و امیرم باید قبول کنیم که اکثر والدین که شکایت به ارتباط همین موضوع به ما رسانده بود این بود که از فامیلا اجازه پیش از قبل در یک محفل که دخترها اشتراک میکنه اجازه از اینا گرفته نمیشه که غیر قانونی است. یعنی وقتی که یک اولاد یک هر انسان به یک مکتب میره، او را که در یک پروگرام میبری، قانوناً والدین حق داره که خبر شوه که اولاد ما کجا چی میکنه. مسائل امنیتی هست که ما شاهد حال هستیم که در بغلان یک وقت یک حادثه شده بود و ما تقریباً 56 شاگرد از دست دادیم. دیگه سر مکانیزم صحبت میکردیم که چطور ما اولادای خود محسون نگاه کنیم و این گپ به یک طریقه دیگه رفت تشریح شد و یک کارمند ما هم خط نوشته کرد. خود در این سوی تفاهم گپ زدن، چون که پیش از اینکه امرای ما مستقیم صحبت کس کنه وقتی گپ نشد تا در جهان رسید، حتی دولت انگلستان امیر گفته بود که ما کمک ها بر افغانستان بند میکنیم اگر دخترها اجازه نداشته باشه که باید بخونه. ما میخواییم به هموطنهای خود بگویم که ما هم مادر هستم، من دختر خود دارم، ما موسیقی را خوش دارم و فرصتای ذهنی علاوه از تعلیم ما بر کل اولادای خود زمینش برابر میکنیم که رشد کنه اولادای ما. مگر این بس به شکل که این بس هر بس پیدا کرد به او هدف نبود و ادامه این بس هم میتیم بخیر و از کل والدین همی تقاضا دارم که
تا که اجازه شما نباشه دخترای شما اولاد شما هدف شما آلب جنبندی اگر بکنیم که بازم کدام سوی تفاهم پیش نشه که باز حالا کدام گفت دیگه نشه هدف شما همی بود که بدون اجازه فامیلا اطفالشان به ترانه خانی از یک موقعیت به موقعیت دیگه برده نمیشه بله. اما تو یک چیز بله. بود و یک سوال ما شخصا باز چطور پس گرفتین؟ گفتین ما گپ ما پس گرفتم نه گپ ما پس نگرفتم ما فقط گپ خود تشریح کردم که هدف از وضاحت چی بود وضاحت دادم چون که مردم ایره به یک شکل دیگه پیش برد و بله. سوال شخصی که بازم میخوایم بکنم هدف وزارت معارف درس تعلیم اطفال است. سعی است که ترانه جزء همو کلتور و فرهنگ مکاتب هست. بله. مگر هدف معارف نیست. خو وقتی که شاگردای ما پارسال از کرونا بسیار درس ها پس ماند. ما سرمی موضوع بحث کردیم که چطور وقت شاگردای خود بهتر و منظمتر یعنی اداره کنیم. بله بله. چون که محفلا نام خدا هر روز است و هر روز شاگردان ما به ساعت ها میره تمرین میکنه و از درس میمانند بله. دیگه این همین جزئیات بود که ما سرمی بس کده بودیم مگر این که به چی رقم نوشته شد و شخص دیگه خودش مسئولیت گرفت خدا انصافش بده گفتن موسیقی را دوست دارین چی نام موسیقی میشنوید؟ ما کلاسیک موسیقی رباب، ستار، تبله را بسیار زیاد خوش دارم و روزای جمعه که در خانه اگر میمان نباشه یا صبح که میخیزم با زمین موسیقی را میمانم گوش میکنم بسیار خوب بسیار خوب گفتگوی ما ادامه داره عزیزا تشکر میکنم از حامیان برنامه جوس نکتار طبیعی شفا و همچنان شما میتونین که از آبجو امپریال هم مستفید شوین طعم بسیار خوب داره ما وقفه میگیریم بعد از وقفه برمیگردیم با شما دوستا هستیم نام خدا ایجاب جوش سکنین در تالات بیکی گپای من یادم رفت میخواییم که از مهارت‌هایتان صحبت بکنین که غیر از فعال بودنتان در جامعه در خانه چی مهارت‌ها دارین چی کارا میکنین بد نیست که کس مهارت‌های خود ذکر کنه نه دیگه بسیار خوبه خدا دم که نگوی کس که میفهمه من شوق و علاقه بسیار زیاد دارم در زندگی امرای رسامی بسیار علاقه دارم و هم مهارت خداوند شکر داده در رسامی متاسفانه در این وقتا وقت کم است نمیتونم مگر زیاد دوست دارم خیاطی را خودم یاد گرفتم شوق داشتم به می دیزاین و رنگامیزی هر وقت وقتی که جوانم بودم با دوستای خود با فامیلای خود چون در امریکا بودم مکالای افغانی جور میکردم حتی پیران شوخینه خوار خودم ما جور کردم در اون وقت در امریکا بودم آشپزی ما دو چیز یاد دارم که یک شیر برنج است دوستا خورده شیر برنج خود خوب یاد دارم و بولانی مگر پله و چله و کفته و کرمه این چیزا متاسفانه مهارت ندارم چون یاد ندارین یا که از دستتان رفته چون دیر از پخته نکردین نه والا که راست بگویم ما چون که در خانه مادر جان بود خدا نگوانش خوارای کلان بود هیچ وقت هم فرصت به ما پیدا نشد که من آشپزی کنم یاد دارم مفتخور یک اندازه مخته شدم ولی بسیار خوب و حالا با شکر شوهر دارم که بسیار آشپز فوق‌العاده است نان مزه‌دار پخته میکنه وقتی که او نان مزه‌دار پخته میکنه باز به ما چیز ضرورت که من پخته کنم نام همسرتان چیست؟ عبدالله آقای عبدالله فقط به خاطر این موضوعات یادآور میشن که در خانه شما دیگه پخته نکنین سرشان شما هستین دیگه خب بسیار خب یک بچه جوان که در اداره شما لط و کف شده بود به دلیل از اینکه آمده بود به خاطر حل مشکل خود باز اونجا توسط کارمندای شما قسمی که خودشان در ویدیو هم میگن لط و کف شده بود این مشکل به شما رسید حل شد مشکل من خودم در مو دفتر بودم به شکل که تشریح شده حقیقت نداره خود امی آدم اشتباه رسانده گپه خود آدم جنجال پیش کرده خب. چون که ای میخواست که همراه ما شخصا ببینه و پسانتر بر ما ثابتم شد که ای جنجال یک هدف داشت امنیت وظیفه شمی است که ما را باید یعنی ریاست ده که بر ما امنیت میته با مقامات به یک دلیل میته
و وقتی که یک کسی عمله سر یک وزیر میکنه، اون مجبور و مکلف است که نگاه کنه. یعنی ما قاضی نیستم دایی، نه قضاوت میکنم که کی راست است یا کی غلط بود، مگر این حادثه پشتش یک کسی دیگه هست که وقت شما رو نمیگیرم. بسیار خوب، خیر باشم. میریم به طرف یک وقفه بازم. در پایانی برنامه سوالات شما هم مطرح خواهد شد و اگر بچه‌ای که در تالار هستن کسایی میخواین که سوال بپرسن، امیال موقعش است دیگه. باز وزیر صاحب قزوت به دست نمیارین که با سوالاتون بپرسین. بعد از یک وقفه برمیگردیم با شما هستیم با سوالای دوستا. عزیزا همیشه خوش خندان باشین، همیشه خوش خوشحال باشین، مثل بچه‌ای که در تالار هستن. نام خدا و صدایشان شما میشنوین، از یک طرفش پلاک میکنن، از یک طرف کف میزنن. با دیدن خوشحالی دیگران آدم چقدر خوشحال میشه. خانم امیدیا متنیس هم تو هست. یک کار میکنیم، بریم به طرف تالار. بچه‌ای که در تالار هستن، کسایی که سوال دارن دست خود بلند کنن که ما انتخابشان بکنیم. برام خدا با هر سلام خدمت شما هستن جان، خدمت وزیر صاحب. ما یک گفتنی داشتم از وزیر صاحب، میخواستم برش بگویم که یکی در مکاتب کمبود معلمین است، یکی هم کمبود میز و چوکی و یکی هم کمبود کتاب که در میشه و روزا خبرها هم میگن. و در مکتب این چقدر وقت این از مکتب گذاشته، ما تا به حال 9 جلد کتاب داریم، از او بیشتر نه. سال قبلی پیش از اینکه ویروس کرونا بیاید، ما یک سال متواتر استاد تاریخ نداشتیم. امیر از شما خواهش میکنیم که شما متعلم هستین؟ بله، متعلم هستم. صنف چند هستین؟ سال آخرتان است؟ بله بله. خب این مشکل تنها صنف شما داره یا تمام سلوک مکتب باشن؟ تمام من مکتبه که ما میخوانیم درس، تمام منش همین مشکلات داره و شکایات هم دارن. در مشکل پر طول افغانستان که لرو پروش کال زما در اتک دمخ رئیس صاحب جمهور یو حکی او پشتنه کرده و چی داده حق الزمه معلمین چی شدی؟ چه رقم دی؟ نو پاگه اساس وزارت معرف متاسفانه هر ارکام چی باید رئیس جمهور تیور کرسوی چی کناعت ورکی چی حق الزمی داده حق الزمی معلمین مشغولی استکتام کردی در تیر و کالو رئیسی اگه او چه وقت ونیوی؟ بالاخره خوش خبری داده چی انشالله و تعالی پا دغنن و سباکی مثبت جواب راځي چې معلمان د حق الزامه زموږ د ضرورت په اساس برته استکدامه او وعده د رئیس صاحب جمهور معرف ته داده چې حق الزامه معلمان به په رسمي معلمانو بدلیږي. سر تا سر افغانستان کې دا یعنی څلور دیش ولایتو کې دا ضرورت سته او انشاءالله د معلمان پروسه سر تا سری است. دیگه معلمای حق الزامه به رسمیت انشاءالله بدل میشه وقتی که رسمی معلوم شد. امی مسئله حق الزامه خودش حل میشه. بخیر دیگه یک خوشخبری، کتاب چاپ شده، کتاب در راه است. متاسفانه قرارداد کتابا یا چاپ کتابا قبل از آمدن ما اصلا چاپ کتاب تو خو بود. در 11 ماهی که ما آمدم یک کار کردم که همه چاپ کتاب پس فعال ساختم، مگر چون که قرارداد بیرون از کشور شده بود. بله. که این کار غلط است، باید در افغانستان میشد، مگر متاسفانه بسیار ناوخت بود. من نمیتونستم کنم. با امید از اینکه به املا و انشایش هم توجه شود، چون بعضی وقتا با کتابا مشکل میداشته باشم. دیگه کتابا چاپ شده، انشالله در راه هست. امیدوار هستم تا آخر امی ما به خیر یک تعدادش برسه. میز و چوکی مشکلات دارم خوارا برادرها. امکانات افغانستان به او سطح که ما ضرورت داریم نیست. و از تجارا، از دوستایی که در این کشور است، به هر چیزی که امرای معرف کمک میتونین، خدا شما رو خیر بده. مگر یک چیزی است، ما کوشش خود میکنیم که میز چوکی را برابر کنیم. مگر در یک عقیده هستم که اگر میز چوکیم نباشه، اولادای ما یاد میگیره بخیر. ما کوشش خود میکنیم که میز چوکیم برش برابر کنیم. اما در این عصر زمان آرزو میکنم که این مشکل حل شود دیگه، به خاطر که ما مثلا امروز آمدیم اینجا مجری هستیم، سال هاست که در کار فعال هستیم بعد از فارغ شدن از مکتب، این مشکلات از یاد تیر کردیم که نسل نو نداشته باشه. ما هم نسل کوله خدا حساب کنم. میریم به طرف سوالات دوستای ما که در صفحات مجازی از شما پرسیدن، که آرزو میکنم کوتاه جواب بدین تا بعد بیشتر سوالا رسیدگی کرده بتانیم. دوستی به نام رحمت نیکان گفته که سرنوشت زمین های وعده شده با معلمین چی شد؟ این یک کلان مشکل است، قبول میکنم.
زمین مسئولیت زمین فعلا در دست معارف نیست. وزارت شهرسازی امرای ریاست جمهوری امی حکما را داده، فقط وظیفه معارف همی است که ما ثابت می سازیم که کی واقعا معلم است، مستحق از ضرورت داره یا نداره. دیگه ما هم کاری می کنیم بزرگترین فرصت که ولی معلمین ما و شما تقریبا اگر فیصدی صحبت بکنیم 100% شان کسایی هستند که نیاز مبرم به حمایت دولت دارن، به خاطر که کمترین دستمزد را می گیرن و واقعا با مشکلات زیادی هم دست و پنجه نرم می کنن. که ان شاء الله بزرگترین فرصت یه وقت در دوران شما بفته که تا هستین سرپرست. خدا کنه. آقای وحید پاییز پرسیده گفته بگین که واسطه تان کی بود که به وزارت معرفی شدین و چرا وقتی مجلس نمایندگان به شما رأی اعتماد نداد به کارتان ادامه میتین؟ که فکر میکنم یک جز سوال شما جواب دادین و واسطه تان کی بود؟ بگوین درست است. واسطه ما اگر راست بگویم خداوند ما هست، هیچ واسطه دیگه ندارم. واقعا هیچ کس واسطه‌تان در افغانستان نبوده؟ شاید هموطنا باور نکنه که من تا امروز خبر ندارم که مرا به رئیس جمهور کی معرفی کرده. یعنی دروغ نمیگم، دایی هیچ ضرورتم ندارم. یک خانه آبادی خبرش بتین هر کس است که بشناسم. خوشبخت هستین دیگه در بین قدر نام خدا خانمای فعالی که در جامعه ما و شما واقعا قدرشان باید بدانیم. هر کدامشان فعالیت میکنن، کار میکنن و نتیجه مثبت داشته کارایشان. مگم شما به وزارت معرفی شدن چی خوب. اسدالله جان نوری پرسیده که چرا به افغانستان آمدین با این همه جار و جنجال سرپرستی وزارت معارف گرفتین؟ که فکر میکنم پیشتر جواب داده شدی سوالم و اکثریت سوالای ما هم سوالاتی هست که برمیگرده به رأی نگرفتن از پارلمان، نصاب تعلیمی، مشکلات معارف که من فکر میکنم به شکل مفصل صحبت کردیم. دوست به نام فلورانس عزیزی گفته که از وزیر صاحب بپرسین که دو کانتینر کتابی که با چقدر مقدار پول گزاف به چاپ رسید ولی به شاگردان توزیع نشد و تمامش از بین رفت، مسئولش کیست؟ این سوال ما باید معلومات پیدا کنم که دو کانتینر کتاب با کدام کتاب ها بود، چی وقت بود. و من نمیگم که در وزارت معارف کارا نشده، مگر تا جایی که من خبر هستم در 11 ماه گذشته کتابای تعلیمات اسلامی اولین دفعه است که در تاریخ افغانستان کتابا چاپ شده و در 19 ولایت توزیع شده کتابا و توزیع دیگر ولایت ها جریان داره. و کتابای تعلیمات عمومی ما پیشتر گفتم تا امروز به می 19 در می 11 ماه کتاب نامده. دیگه ای اگر قضیه پیش از وقت بود متاسفانه به معلومات ندارم. آخرین سوال، خاطره سلطانی گفته که غزنی 18 ولسوالی داره، در 20 سال آخر از 11 ولسوالی غزنی هیچ دختری از مکتب فارغ نشده، آیا تمام این مکاتب خیالی بوده؟ ما دختران غزنی گفته 2 سال میشه کمپاین برای انداختیم اما کسی صدای ما رو نمیشنوه. وزیر وقت وعده داده بود که بررسی میکنه اما وعده خلافی کرد. بازم تا که خودم معلومات صحیح نگیرم به ما بسیار یک سوال گنگ میمانه که چطور در 12 سال فارغ ندادیم. خب بازم ما تاکید میکنم، دوستا هم سرش اشاره میکنیم که تاکید کنیم که اگر این حقیقت داره ما پیش کار خودم انجام میتیم. بسیار خوش آمدید. تشکر از ناجان. بسیار خوش شدم امرای معرفی شدم امرای شما و خدا کنه که هموطنا کوشش کنه که تماس بگیره. سوال دارن سوال بپرسن، در جواب گفتن عیب نیست، مگر یک تقاضای مادرانه یا خوارانه میگم که قضاوت به جای نکنه، مثبت تاثیر به افغانستان نداره. تشکر میکنم از همراهی هر یکتان عزیزا. تا هفته بعد که بازم با یک مهمان ویژه در خدمت شما دوستان میباشم، با خداوند یک تا امانتتان میکنم. سر بلند باشین، خوش باشین، خوشحال باشین و هر کدامتان آدمای مسئول برای کشور باشین. موفق باشین.